سلام. خیلی ممنون که خواهش کردیم بشینیم با من حرف بزنیم. اول اگه قبل از بریم به سوال‌ها یه کمی خودتون رو معرفی کنیم، اسمتون چیه، کاراتون اینجا در دانشگاه دوک چیه، چیزای اینجوری. خیلی ممنون، خیلی خوشبختم از اینکه تونستیم این فرصت رو داشته باشیم با هم حرف بزنیم. من امید صفی هستم، استاد دانشگاه دوک و رئیس بخش اسلام شناسی اسلامیک استادی سنتر و استاد دانشگاه هستم در رشته ایران شناسی و اسلام شناسی اینجا. الان سال دومی هست که من در دوک تدریس میکنم. خیلی خوب، از اول شروع کنیم. اول شما کجا متولد شدین و لطفاً یکمی از وضعیت زندگی بچگیتون تعریف کنیم برامون. چشم. من در جکسون ویل فلوریدا به دنیا اومدم و مادر و پدرم اومده بودن در امریکا برای کار پزشکی پدرم و تقریبا یک سال خورده‌ای ما در فلوریدا زندگی کردیم و بعدش مادر و پدرم تصمیم گرفتن که ما برگردیم بریم به ایران و تمام فامیلمون اونجا بودن و اینجور که پدر مادرم میگفتن و هنوزم میگن در اون زمان ایران جای بهتری بود برای بزرگ شدن و ما برگشتیم تهران و فامیلمون نصفشون تهران بودن نصفشون اصفهان و کاری که ما میکردیم در مثلا عرض سال در تهران زندگی میکردیم، تابستونا همیشه یه مدتی میرفتیم اصفهان و یه مقدار شمال، فامیلم ما شمالم یه مقدار داریم و شاید مثلا بگم یه ماه و نیم همیشه اصفهان بودیم و همیشه هم یه سری ما به اروپا یا امریکا میزدیم و به نظر من این چیز خیلی عادی بود. الان که دقت میکنم میبینم واقعا چه شانس و فرصت خوبی بود که من تا وقتی که بکنم 15 سالم شد شاید 20 تا کشور مختلف ما رفته بودیم، اکثرش اروپایی ها. همینجور که مثلا میدونی ایرانی ها یه مقدار علاقه شون به طرف فرنگه و اروپا و امریکا و اینا، یعنی انگلیس، فرانسه، ایتالیا، نمیدونم آلمان، دنمارک، سوئد، اسپانیا، یونان، همه اینجور دارم مثلا ما رفتیم و امریکا هم خیلی میومدیم. ولی خب قصد من بود که ما در ایران باشیم و ایرانی بودیم دیگه بالاخره و تا زمان انقلاب اکثر ایرانی ها همینطور که میدونی اونایی که در امریکا هستن به مناسبت انقلاب اومدن. مادر پدر ما گفتن که نه، آدم به خاطر یه انقلاب نمیاد که وطنش رو ول بکنه. ما موندیم. بعد سال بعد از انقلاب جنگ با عراق شروع شد و عراق شروع کرد که یه مقدار شهرهای ایران رو مثلا کوبید و گفتن که نه، آدم به خاطر یه جنگ نمیاد که وطنش رو ول بکنه. بعد جنگ مقدار بیشتر پیش رفت و حتی شاگردای دانشگاهی مجبور شدن که بعضی هاشون برن در جنگ بجنگن. باز میگفتن که نه، به خاطر یه جنگ آدم نمیاد دل بکنه. تا اینکه در اواسط 1980s انقدر موقعیت دیگه خراب شده بود که اینا کم کم شروع کرده بودن که شاگردای مدرسه رو ممنوع الخروج میکردن. یعنی اگه پسر بودی باید اول میرفتی نظام وظیفت رو اجرا میکردی تا اینکه بتونی پاسپورتت رو بگیری و در اون زمان بود که دیگه گفتن که آره الان وقتشه که آدم کشورش و وطنش رو ول بکنه و به همین دلیل ما در سال 1985 از ایران دیگه ما مهاجرت کردیم و اول اومدیم سوئیس و بعدش اومدیم امریکا و بعد از اول شروع میکردیم دیگه. زبون یاد میگرفتم، یعنی یه مقدار من انگلیسی در ایران یاد گرفته بودم ولی بعد دوباره از اول کتابی، گرامر، تمام اجزا رو یاد میگرفتم. آره. چند سالتون بود وقتی 15 سال به آمریکا اومدیم؟ 15 سال. پس کلاس دهم به قول این باشه. کلاس دهم باشه. پس بعد از مدرسه اینا اینطورا شما کجا دانشگاه رفتین برای لیسانس؟ من همینجا دانشگاه رفتم. چرا تصمیم گرفتین به والا آدم همیشه دلش میخواد بگه که مثلا آره از قصدم این بود که همیشه امید و آرزوم این بود که همیشه من دوک بیام و اینا. من به عمرم دوک نیامده بودم، حتی من به ایالت نورث کارولینا مثلا پا نگذاشته بودم. من
من همیشه آرزومون بود که من برم ییل، دانشگاه ییل میخواستم همیشه برم، حتی در ایران به یه دلیلی به نام ییل من همیشه خیلی داشت خوشم اومده بود و میخواستم که اونجا برم و اپلای کردم و قبولم شدم. تا شب آخر که قرار بود که این نامه ییل رو من امضا بکنم و بیام، که مادرم زدن زیر گریه که آره اینقدر مثلا ما در فلوریدا بودیم، میگفتن که ییل در نیو هیون کنتیکت اینقدر دوره، 1000 مایل فاصله داره با ما و این اولاد ارشد ما به قول ما و اولین پسر من، اولین بچه من میخواد بره اینقدر دور باشه و اینا، من نمیتونم اینو تحمل بکنم. خیلی دیگه زدن زیر گریه و ناراحتی و گفتن که بیا تو برو در دانشگاه فلوریدا. من گفتم من اینقدر زحمت کشیدم، زبان جدید یاد گرفتم و تمام بچه های هایسکول من داشتن میرفتن دانشگاه فلوریدا، گفتم این زیاد چیز خاصی برای من نبود، اسپشال نبود به اونقدر. بعد مامان گفتن که آره بیا پس ما با هم کامپرومایز بکنیم. گفتم کامپرومایز چیه؟ گفتن یه چیزی این وسط، نه به اون دوری ییل، نه به این نزدیکی دانشگاه فلوریدا. ما همه این جاهایی که من قبول شده بودم نگاه کردم، وسط چی بود؟ وسط میشد دوک. به این خاطر ما همینجوری سر بالاخره دوک در آوردیم. میگم مثلا ما اون وقتا یه مقدار کار مالیمون خیلی خراب بود، اوضاع مالیمون، مثلا فرصت و موقعیت این که من برم یه کالج تور بکنم تمام این دانشگاه رو بگردم نداشتم. ولی خب ما دیگه اومدیم دوکو و تمام زندگیم یه مقدار عوض شد به خاطر اینکه من اون زمانا پریمد بودم. اصلا دلیلی که من در تمام این دانشگاه ها قبول شدم به خاطر این بود که من ریاضی و علوم خیلی خوب بلد بودم. زبونم هنوز انقدر خوب نبود که روی هیومانیتیز و سوشال ساینسز و اینا مثلا علوم انسانی کار بکنم. من دوک اومدم به خاطر خوندن رشته شیمی و تمام کار پریمدم هم کردم، ولی همیشه این مقدار این علاقه رو من داشتم به شعر و ادبیات و فلسفه و عرفان و تاریخ و این همه چیزه بود که بهش علاقه من بودم. اینجا من اومدم اول شیمی بودم، شیمی میخوندم و بعدش هم بیولوژی خوندم. امکتم هم گرفتم و مدیکال سکول اپلای کردم و قبولم شدم و دیگه تا اینجایی رسیدم که اون سال آخر دانشگاه دوک من هم به مدیکال سکول اپلای کردم و هم به این برنامه های دکترا. جفتش هم شکر خدا قبول شدم. بعدش بعد دیگه میشستم و تصمیم میگرفتم. و تا اون زمان آخر من پدرم طبیب اطفال هستن، پیدیاتریشن، و 3 سالم من خودم در همین بیمارستان دوک والانتیر کردم در اون بخش پیدیاتریکسشون طبقه 5 بیمارستان. هفته بین 10 تا 20 ساعت اونجا من والانتیر میکردم. حتی کاری هم که من در دوک داشتم به عنوان ورک استادی من در مدرسه دوک سکول فور چیلدرن کار میکردم. من از بچه ها خیلی خوشم میاد و همیشه بگیم کم که آره منم مثل پدرم میخوام برم و پیدیاتریشن بشم. و ولی خب در عرض این 4 سالی که من در دوک بودم من یک کتاب میخوندم. هر چی که به دستم میومد راجع به ایران، ادبیات فارسی، عرفان، فلسفه و یه سری از این دانشمندا و نویسنده‌ای بودن، مثل کسایی مثل دکتر سید حسین نصر که یه دانشمند خیلی فیلسوف معروف ایرانیه، اثر خیلی مثلا زیادی رو من گذاشت و فکر کنم 26 تا کتاب از ایشون من خوندم وقتی که در دوک بودم. و من دیدم که آره واقعا یه دید دیگه‌ای هم هست از اسلام و ایران و عرفان از اون چه ما در ایران دیده بودیم، از اون انقلاب اسلامی ها فلان فلان اینا. و یه روزی من خودم دقت کردم که آره اون شبایی که من کارم در لب شیمی و بیولوژی تموم می شد، خسته و کوفته می اومدم به اتاقم و اون وقت من تازه شروع می کردم این کتاب ها رو برمی داشتم بخوندن. و یه شب این مثلا ایده بالاخره به سرم زد که آره چرا من نیام و برای کارم اون چیزی رو بکنم که اینقدر بهش علاقه مندم. همیشه من فکر میکردم که آره مادر پدرم از من انتظار دارن که من برم دکتر بشم، خودم هم انتظار دارم که برم دکتر بشم، جامعه به من این بالاخره احتیاج داره با اینا، ولی تصمیم گرفتم کاره بیام رشتم عوض بکنم. مادر پدرتون
زیاد خوششون نیومد، اصلا خوششون نیومد، به خاطر اینکه اون وقتا نمیدونستن که مثلا فرض کن ایران شناس و اسلام شناس بودن چیه، مخصوصا اینکه آدم بیاد رشتهشو در یه دانشگاه غربی خونده باشه. اون زمان ها، و خب این تقریبا 20 و تقریبا داره میشه 25 سال پیش، یه عمر گذشته واقعا 25 سال پیش، مثلا اگه من میومدم در این بخشای دوک میگشتم، استاد ایرانی ما نمیدیدیم، استاد مسلمون ما نداشتیم، اگرم داشتیم شیمی و بیولوژی و مهندسی درس میدادن. اینکه یه کسی باشه که قیافش مثل ماها باشه و این بک‌گراند ماها رو داشته باشه ولی رو اینجور رشته ها تسلط داشته باشه، ما نداشتیم اون زمانا. به این خاطر نه تنها مادر و پدرم این نمیدونستن که واقعا چجور آینده‌ای من خواهم داشت، خودم هم من نمیدونستم. ولی نمیدونم، من یه مقدار همیشه اینجوری بودم، اگه یه تصمیم رو بگیرم بسم الله و میزنم به راه و میرم دیگه. و آدم از وقت وقتی جوون باشه میتونه یه مقدار ریسک هایدن شما خودتون آینده باز کردیم برای همه دیگه فکر کنم تا یه حدی. آره شکر خدا. الان مثلا میبینم خیلی کسایی هستن که دیدشون بازتره، یعنی ممکنه بخوان نویسنده بشن یا برن وکیل بشن، دکتر بشن، بیزنسمن بشن، انترپرنور بشن، همه جور کارهای مختلفی هست که آدم میتونه بکنه. و تا یه حدی هم خب 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش دکتر بودن یه ابهتی داشت. مثلا در جامعه رو که آدم نگاه میکرد، کسی که اون دکتر بودن واقعا همه خیلی بهشون احترام میذاشتن. جامعه فرق کرده. الان خب دکتر بودن هنوز خیلی بالاخره شغل محترمیه، ولی تنها کار محترم نیست. و جامعه همون هم بالاخره ما میبینیم که ما احتیاج داریم به کسایی که بتونن به یه صورت زیبایی راجع به فرهنگ خودمون حرف بزنن. و حتی شاید بعضی از جنبه هایی که همه مردم نبینن و خودمون هم شاید به اون خوبی ندونیم، یه مقدار بتونیم بیشتر روش کار بکنیم. ما میدونیم که، و من میدونم، شما خیلی روی فیسبوک و سوشل میدیا و چیزای اینجوری، شما خیلی با عدالت اجتماعی خیلی پشنده و خیلی به این کارا علاقه من داریم که خودتون گفتین. و بعد اینجا که تو دیوک اسلامیک استادی سنتر دایرکتورشون هستین، خواهیم علاقه و عشق شما به دین اسلام و هم عدالت اجتماعی کی شروع شد و چگونه شروع شد؟ ببین یه مقدار زیادش برمیگرده به همون وقتای بچگی من که من در مدرسه بودم. تمام معلمای من بچهای انقلابی بودن اون زمانا، یعنی بچهای 20-25 سالگی مثلا بودن و اینا، و همشون از شاگردای دکتر شریعتی بودن. واقعا از اون کسایی که فکر میکردن که آره مثلا دین میتونه بیاد جامعه رو یه تحولی بهش بده و بر علیه ظلم باشه، بر علیه این دو دستگی جامعه باشه، کسایی که خیلی پولدار و ثروتمندن و کسایی که فقیر و بدبختن. خب اون ایدئالیسم اون زمان‌ها اثر زیادی روی من گذاشت، تا اینکه من دیدم که آره خیلی از کسایی هستن که حرفشون شریعتیه، حرفشون عدالت اجتماعیه، حرفشون انقلابیه، اما عملشون خشنه، عملشون واقعا مردم رو میاد بدبخت میکنه. اون یه طرف. از وقت بچگیم این اثری که مخصوصا از طرف پدر من روی من خیلی گذاشته بودن اینه که ما همیشه سعدی، حافظ، مولوی، عطار، نظامی، همه اینا رو ما از اون زمان ها میخوندیم با هم، و این حرف از عشق و محبت مخصوصا به نظر من این لب انسان بودنه، یعنی اصل قضیه همینه. مسیر عمر من تا یه حدی میشه گفتش که این بوده که من ببینم که این حرفای عشق و محبتی با این بحث عدالت اجتماعی، اینا رو آدم چجوری میتونه با هم وفقشون بده.
خیلی ها هستن که میگن نه، عدل و عدالت یه طرف، عشق و محبت یه طرف دیگه. برای من این دوتا یکی هم، به خاطر اینکه اگه آدم مردم رو دوست داشته باشه، اگه محبت به مردم داشته باشه، آدم همون چیزی که برای خودش میخواد برای اونا میخواد. اگه آدم میخواد بچه های خودشون سالم باشن، غذا به قدر کافی داشته باشن، احترام تو وجودشون باشه، برای بچه های بقیه مردم هم یه همچین چیزی میخواد. و تا یه حد زیادی میشه گفتش که تمام کارهایی که من میکنم در اسلامیک استادی سنتر، روی سوشال میدیا، سخنرانی هایی که میدم و اینا، همش راجع به این بحث عدالت و بحث عشق و محبت، که اینا رو یه جوری آدم بتونه به هم بیاره. که به نظر من این یکی از اصیل ترین جنبه های خود فرهنگ ماست. آدم گلستان سعدی رو که میخونه، حرفی که از انسان بودن و انسانیت میزنه، خب 700 سال پیش ما خودمون اینجور چیزا رو میدونستیم، اما اجرا کردنش، عمل کردن بهش، اون یه مقدار بحث دیگه. حالا ما هم یه کمی سوالای سیاسی یا نظرتون از یه چند تا موضوع های سیاسی بگیریم. به نظر شما مسلمانان آمریکا چه رفتاری در مقابل آمریکایی هایی که از مسلمانان بعدشان میآید باید داشته باشن؟ چجوری با اینا؟ یکی از نکته های اصلی به نظر من اینه که اولین که ما شروع بکنیم بگیم که این ترسی که خیلی از امریکایی‌ها از مسلمان‌ها دارن، اولا بحث جدیدی نیست. همین ترس رو از آدمای سیاه‌پوست، از یهودیا، از آدمای هیسپانیک، از کسایی که هم جنس باز باشن، از فقرا، از زن‌ها، از اینا، همش بالاخره مشکلات امریکایی هست و بوده. و جوابشم، حلشم تا یه حدی اینه که ماها فکر نکنیم که مشکل ما بی نظیره. خب مشکلاتی که مردم با ما دارن واقعا مشکلات خداشونه، ما هیچ کاری نکردیم. به همین دلیل هم هست که من میگم که من نمیخوام صبح تا شب بخوام مثلا معذرت خواهی بکنم از کاری که من نکرده باشم. خب کسی که میرفته یه کار کوفت و زهرمار کرده باشه، خداشون باید برن معذرت خواهی بکنن. ولی وگرنه که فرق آنه، یه مسلمان مثلا خشن باشه، تروریست باشه، فلان باشه، خب کار بدی بکنه، میگه آره خاک بر سر. وگرنه اینکه من بخوام به عنوان یه ایرانی یا به عنوان یه مسلمان مسئولیت خاصی بکنم به خاطر اینکه یه تروریست پاکستانی یا ایرانی یا سعودی یا امریکایی کار دیگه کرده باشه، فکرشو بکن مثلا 5-6 ماه پیش بود که اون سفید پوست امریکایی دیلن روف رفته بود 9 نفر رو در چارلستون کشته بود. خب فکر میکنی هر آدم سفید پوست امریکایی صبح تا شب میخواد معذرت خواهی بکنه به عنوان یک مرد سفید پوست؟ نمیکنن. میخواد میگن نه، اون طرف خر بود، خشن بود، دیوانه بود، تروریست بود، بریم بگیرنش بکنش تو زندون. ما هم باید همین حرف رو بزنیم. از یه طرف بس یه مقدار مسئله ترسه، اینا میترسن. جواب ترس چیه؟ خب این طرفی که خود مولوی رومی به ما میگه، میگه در زندگی آدم دوتا مسیر میتونه بره، یا راه ترس رو میتونه بری یا راه عشق رو میتونه بری. جواب ترس عشقه. جواب ترس شجاعت نیست، عشقه. چجوری هم آدم میتونه عشق و محبت داشته باشه؟ باید با مردم آشنا بشه. مهمترین فاکتوری که در امریکا ما فعلا میبینیم، کسایی که بدبین هستن نسبت به اشخاص خاورمیانه یا اشخاص مسلمون، اونایی هستن که یک کسی رو شخصا نمیشناسن. هر وقت که فرصتی داشتن که دل به دل، نظر به نظر، صورت به صورت بیان با یک کسی آشنا بشن، بشینن با هم غذا بخورن، حرف فامیلشو میزنن، ای شما برای بچه‌تون همون آرزوهایی دارین که ما برای بچه‌های خودمون دارین، میبینیم که چقدر نظرشون فرق میکنه. به همین دلیل میگم که خب تدریس راجع به این مسائل خیلی مهمه. من خودم به همین دلیل میام درس میدم. مهمتر از اون اینه که فرصتهایی باشه برای تمام ماها،
هم ایرانی ها، هم امریکایی ها، عربا، ترکا، هممون، که ما با همدیگه به عنوان انسان به انسان با هم آشنا بشیم. بعضی از کسا، من نه، ولی بعضی شاید بگن این حرفایی که میگین همه حرفای عشق و باید با هم خوب رفتار کنیم، باید اونایی که چیزای خوب نمیگن باید باشون با ادوکیتشون کنیم و باش از حرفای عشق بگیم، بعضی ها شاید بگن اینی کمی ایدئالیستیک هست. شما به اونا چی میگین؟ میگین؟ آره، یه خانم نویسنده هندی هست به نام آروندهتی روی، خب یه کتاب خیلی قشنگی نوشته، The God of Small Things. یه بار یه سخنرانیش رو من دیدم که اومده بود حرف زده بود راجع به عشق و محبت و عدالت و ما چطور باید تمام جامعه دنیا رو عوض بکنیم، و یه آقای پشت بود گفتش که ببخشین خانم، این حرفایی که شما زدید خیلی رومانتیک و ایدئالیست بود و فلان. این خانم گفتش که شما یکم باید صبر بکنیم. گفتش که اون روزی که من باید معذرت خواهی بکنم از اینکه من ایدئال دارم و از اینکه من اعتقاد دارم به رومانس، یعنی رومانتیک باشم، گفتش که اگه فکر میکنین که من میام معذرت خواهی میکنم از ایدئال داشتن و از اعتقاد به رومانس و عشق و محبت، اون روزی که من دیگه نمیخوام عضو این جامعه انسانی شما باشم. به خاطر من همیشه میگم من هیچ وقت معذرت خواهی نمی کنم از اینکه ایدئال های من خیلی بالا هستن و اعتقاد من به رومانس و عشق و محبت و انسانیته. سوال همیشه باید این باشه که آیا ما هیچ راهی داریم که بتونیم از اینجایی که هستیم شروع بکنیم و جامعه انسانی رو به اون مرحله بالاتر بکشیم. اون برای من مهمه، اون سوال حقیقیه. جواب خوبی. شما خیلی like you mentioned it. ولی شما که اینجا دانشگاه دو کلاس ها درس میدین، یه سوال کمی like less. از کلاس هایی که درس دادین کدومشون براتون بیشتر دوست داشتین و چرا؟ What's your favorite؟ این برای من خیلی سوال آسونیه اتفاقا. الان من تقریبا 24 ساله که دارم کلاس های دانشگاهی در سطح دانشگاهی درس میدم و بعضی از کلاس های من خیلی جنبه سیاسی و اجتماعی داره. کلاس های راجع به انقلاب ایران، فلسطین و اسرائیل، طالبان، وهابیسم، 9/11، عرب سپرینگ، آیسیس، داعش، تمام این چیزا من درس میدم. چند سال پیش من یه کلاسی داشتم درس میدادم در نیویورک و یه شاگردی تو کلاسم بود، یه دختر جوان امریکایی به نام بریان، که این همیشه در ذهن من هست. 4 تا کلاس با من برداشت. تمام اون کلاس های سیاسی و اجتماعی اینا رو برداشت. آخرین کلاسی که با من برداشت کلاسی بود راجع به مولوی. خب بعد ما یه روز داشتیم از دیوان شمس با هم میخوندیم اشعار مولوی در ترجمه، و دیدم که آخر کلاس این ذره بود زیر گریه، یعنی اصلا یه عشقی داشت از چشاش در میمد. منم خب به عنوان هر معلمی یه ذره خودخواه هست، من فکر میکنم آره ببین من چقدر امروز خوب درس دادم که عشق اینو در آوردم و اینا، ولی بهش گفتم آره بریان جان چرا عشقت در اومده عزیزم، بیا بریم تو آفیس ما با هم حرف بزنیم تو دفتر من. اومد و من گفتم که آره این درس ها خیلی فکر کنم اثر زیادی امروز گذاشت. گفتم نه اون اصلا نبود. گفتم پس چی بود؟ گفتش که من 4 تا کلاس با شما برداشتم، تمام این بحث‌های سیاسی و اجتماعی و فلان فلان رو با شما خوندم، تا وقتی که این غزل مولانا رو من خوندم، این ایده‌ای که آدمای ایرانی و آدمای مسلمون میتونن یک همچین عشقی رو احساس بکنن هیچ وقت به ذهن من نیامده بود، و گفتش که من برای خودم دارم نگاه میکنم، گریه میکنم برای خودم، اصلا از دست خودم ناراحتم که چطور من میتونم 2 سال زیر دست شما من کورس برداشتم راجع به این منطقه دنیا، این فرهنگ و این تاریخ من فکر کردم، ولی به عنوان انسانی که قابلیت داشته باشه از احساس و عشق و محبت، من به اینا نگاه نکرده بودم. برای من ایرانی ها و مسلمان ها هنوز یک مشکل سیاسی بودن، ولی امروز بعد از خوندن شعر برای من انسان شدن.
به همین دلیلی که من میگم که ما همیشه باید که راجع به مسائل اجتماعی و سیاسی و انتخابات و تحریمات و روابط ایران و امریکا و فلان فلان درس بدیم. اما اون جنبه هیومانیتیز، اون جنبه انسانیت، اون جنبه شعر و ادبیات و اونا رو هیچ وقت ما نباید از دست بدیم. به خاطر اینکه وقتی که اونا رو ما بذاریم کنار، انسانیت خودمون رو گذاشتیم کنار.